به نام خدا دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو پسفند لیک رو بهتون توضیح میدم این پس پسفند اسمساز هستش بعضی وقتا به صفتها و بعضی وقتا به اسمها اضافه میشه چهارگانه هستش و خیلی هم کاربرد داره ببینیم تو مثال هامون ایشالله که بتونم اینو تو ذهنتون جا بدم خب در وحله اول حالت لیک رو داریم اینجا پسفند لیک به هجاهایی که به ای و ای ختم میشن وصل میشه یعنی کلمه که هجای آخر اونها دارای صدای ای و ای هستش پسفند لیک رو قبول میکنه مثال میزنم گزل یعنی زیبا به اضافه لیک میشه گزلیک یعنی زیبایی ساده به معنای ساده به اضافه لیک میشه سادلیک یعنی سادگی سسیز به معنای ساکت به اضافه لیک میشه سسیزلیک یعنی سکوت اونجه به معنای قبل به اضافه لیک میشه اونجلیک یعنی مقدم اولویت م... آره اولویت و اینجور چیزا مقدم شمردن مثال بعدی کاردش یعنی برادر به اضافه لیک میشه کاردش لیک یعنی برادری گیون یعنی اطمینان به اضافه لیک میشه گیون لیک به معنای ایمنی اطمینان و یا نگهبان یا یعنی, یعنی مدیر اداره کننده بخش اداری به اضافه مسئول بخش اداری به اضافه لیک میشه یونتیجی لیک یعنی مدیریت ولی بیشتر به معنای بخش اداری هستش ارنجی به معنای دانش آموز و یا دانشجو به اضافه لیک میشه دوران دانش آموزی و یا دانشگاهی و دانشجویی اولی به معنای متعهل به اضافه لیک میشه اولی لیک یعنی ازدواج یکسک به معنای مرتفع به اضافه لیک میشه یکسک لیک یعنی ارتفاع گلین به معنای عروس به اضافه لیک میشه گلین لیک یعنی لباس عروس سورکلی به معنای پشت سر هم و یا مداوم به اضافه لیک میشه سورکلیلیک یعنی مداومت تداوم ادامه خب پسوند لک رو داریم پسوند لک به کلماتی وصل میشه که هجای آخر اونها دارای صدای آ و او باشه مثلا هاستا به معنای مریض به اضافه لک میشه هاستا یعنی بیماری آشال به معنای پایین به اضافه لک مساوی آشالک یعنی پست دون فرومایه در حالت فش به کار میره بیشتر سجاک یعنی گرما به اضافه لک میشه سجاک لک یعنی گرمی به عنوان دما هم کاربرد داره به معنای دما اوکی کلای یعنی راحت به اضافه لک میشه کلای لک یعنی آسانی راحتی یالنز به اضافه یعنی تنها به اضافه لک میشه یالنز لک یعنی تنهایی باتاق به معنای چاله به اضافه لغو چاله گلی به اضافه لک میشه باتاق لک یعنی باتلاق. یاز به معنای تابستان به اضافه لک میشه یازلک یعنی خانه تابستانی و یا هر چیزی که مربوط به تابستان بشه. کش به معنای زمستان به اضافه لک میشه کش لک به معنای زمستانی. ما این دوتا کلمه یازلک و کشلک رو تو فارسی داریم بهش میگن ییلاق و قشلاق یاز در زبان ترکی استانبولی به کار میره توی تو، ترکی آذری یای بهش میگن که میشه میشه یایلق و یا همون ییلاق خانه تابستانی هم همون میشه خانه ییلاقی کشلک هم همون قشلاق هستش که تو فارسی خودمون داریم یعنی زمستانی تو که داریم منظور از ترکی گرفته شده خب داماد به معنای داماد به اضافه لک میشه داماد لک به معنای لباس دامادی کاهوالت به معنای صبحانه به اضافه لک میشه کاهوالت یعنی چیزای مربوط به صبحانه اورتا به معنای وسط به اضافه لک میشه اورتا به معنای اطراف اوستا به معنای استاد به اضافه لک میشه استالک یعنی مهارت آور یعنی سنگین به اضافه لک میشه آور لک یعنی سنگینی خب پسفند لک رو داریم که به کلماتی متصل میشه که هجای آخر اونها دارای صدای او و یا او باشه مثلا اویونجو به معنای بازیگر به اضافه لک میشه اویونجو یعنی دنیای بازیگری و یا شغل بازیگری زورونلو یعنی مجبوری اجباری به اضافه لوک میشه لوک به معنای اجبار اوجوز یعنی ارزان به اضافه لوک میشه اوجوزلوک یعنی ارزانی مثالای بعدی بش یعنی خالی به اضافه لوک میشه بشلوک یعنی جای خالی مطلو یعنی خوشحال به اضافه لوک میشه مطلولوک یعنی خوشبختی خوشبختی و خوشحالی دو تاشون هم واسه یک کلمه یعنی یک کلمه هست که هم معنی خوشبختی و خوشحالی میده اونم مطلو و مسلوک هستش سرملو یعنی مسئولیت پذیر به اضافه لوک میشه سرملو یعنی مسئولیت پذیری سرومسوز یعنی بی مسئولیت و یا مسئولیت ناپذیر به اضافه لوک میشه سرومسوز لوک یعنی مسئولیت ناپذیری و یا بی مسئولیتی پسوند لوک رو داریم پسوند لوک به کلمه‌ای وصل میشه که هجای آخر اونها دارای صدای ا و یا او باشه مثال میزنم بیوک به معنای بزرگ به اضافه لوک میشه بیوکلک یعنی بزرگی کوچک به معنای کوچک به اضافه لوک میشه کوچک یعنی کوچکی مدیر به معنای مدیر به اضافه لوک میشه مدیرلک یعنی شغل مدیریت خب دوستان امیدوارم که این پسوند یک مقدار از ابهامات کلماتی رو که در زبان ترکی میشنوید رو حل کرده باشه چون این پسوند زیاد استفاده میشه منتظر ویدیوهای بعدی باشید اگه خوشتون اومد خوشحال میشم لایک بکنید اگر دوست داشتید سابسکرایب بکنید منتظرتون هستم موفق باشید